حالا با توجه به همین نکته که گفتم بهتون، خدمت عرض کنم که اومده گفته کدوم گزینه امر است. ببینید الان دقت کن، الان اینجا حرکت زیر تشدیده، بالای تشدیده، بالای میم گوشه، روی ز گوشه. ببین اینجا حرکت آخر مخصوصا نذاشته. اگر مثلا آخرش فتح میذاشت تو میگفتی انزل است، خب ماضیه، چون گفته بودیم تو فصل یک فتح آخر فعل باشه نشانه صیغه یک ماضیه. اگر ساکن میذاشت میگفتیم آقا فرض کن انزل بوده، مجزوم شده امره. اینو مخصوصا نشه میخواد تو از روی این تشخیص بدیش. خب الان میایم میگیم ببین طبق همون قاعده که گفتیم کسره میشه امر، فتح میشه ماضی، پس قاعدتا الان جواب اون میشه یک، چون زیر تشدید حرکت گوشه پس فعل امره. بالای تشدید فتح است، نزلنه صیغه ششم ماضیه، پس این فعل ماضیه. سومیش هم به اصطلاح به همین شکل، چهارمیش هم به همین شکل. پس این سه تا هر سه تا ماضی ان، امر رو که میخواسته گزینه یک میشده. اما روی اسلاید این تست تفکر کردن رو نیا کن، گفته کدوم گزینه خطاست. خطا دقت کن، گفته ماضی للغایبات. خب ببین تفکر کردن تو چه بابی بود؟ تفعول. پس اولا سه درسته. پس توی باب تفاعل و تفعول گفتیم امر و ماضیمون میتونه یه شکل بشه. خب پس میتونه ماضیش درست در بیادش، بگیم تفکرت، تفکر و تفکر و تفکرت، تفکرت و تفکر نه. پس یکم درسته، سه هم درسته، اما چرا امر درسته؟ دقت کن، گفتیم تفعل یتفعلو، یتفعلو صیغه للمخاطباتش میشه تتفکر نه. حالا تو تتفکر نه رو امر بساز، تشو برمیداریم، چون جمع مؤنثه نونش هم حذف میشه، میشه تفکر نه. پس تفکر نه ماضیش درست بود، تفکر نه امرش درسته، تفکر نه بابش تفعل درسته. قاعدتا ما تشخیص میدادی گزینه چهاره. چرا؟ چون یک فعل در دو آن واحد نمیتونست تو دو تا باب باشه، پس باب تفعیل به عنوان گزینه خطا انتخاب شد. تست بعدی باز اینجا به ما گفته چی؟ خطا. گزینه یک درسته. چرا؟ چون دافعه و کسره داره، کسره امر بود، دافعه او در از صیغه اول ماضیش هم دافعه فاعله یا فاعل مفاعلت، پس بابش درسته. لا یستسلمونه مضارع منفی باب استفعال. خب مضارعی که از منفی هم هستش به اصطلاح باب استفعالش هم که خب درسته. استمعنه بابش استفعال نیست. پنج تا فعل من میگم بنویس، مسترشو میگم، حالا ممکنه مثل اینجا ماضی بده یا مضارع بگه یستمعونه، این پنج تا رو بنویس. استماع، استماع، استراق، استماع صرف اصلیش سمع است، استراق صرف اصلیش سرقه است مثل سرقت، استواء سویه سوا کردن، استناد ریشه سند و استتار ریشه ستره به معنی پوشاندن. پس شد پنج تا کلمه رو دقت کن، استماع، استراق، استواء، استناد و استتار. این پنج تا سین مال خودشه. شما سمعه رو اگر ببری تو باب افتعال میشه استماع، پس این پنج کلمه تو باب افتعالن، تو باب استفعال نیست، پس گزینه سه به عنوان گزینه خطا هستش. چهارم چک میکنیم، احترم و یحترم و احترام، بابش افتعاله، فتحم که داره نشونه فعل ماضیه، پس چهارم درست بوده، سه رو انتخاب کردیم. گفته در کدام گزینه لیس فعل مضید، کدوم گزینه فعل مضید درونش نیومده. خب تو فعل اول ما یوهبو رو داریم، یوهبو با او شروع شده، اصلا هیچ مجردی با او شروع نمیشه، فقط در حالت مجهول با او شروع میشه، اونم شرایط خاص خودشو داره. در از یوهبو بوده بر وضع یوفعلو، باب افعاله. تو دو یوتیو رو داریم، باز بابش باب افعاله، باز با او شروع شده، اعلال شده، یوتوو بوده شده یوتیو. تو سه یه دونه یعمارو داریم، تو هیچ بابی نیستش، پس قاعدتا باید مجرد باشه. یه دونه ولی نجادلو دارم، این کار خراب کرده. نجادلو صیغه اولش میشه یجادلو،
یا جادله میشه یا فاعل و فاعل یا فاعل و مفاعلت. پس اینم باب مفاعلته، پس اینم مزید داره. اینجا مزید داشت، اینجا مزید داشت، اینجا درسته این مجرده ولی این مزیده. پس هر سه گزینه میری بیرون قاعدتا باید جواب چهار بشه. تو چهار یه دونه امرکم داریم، یه دونه امره. امره تو هیچ وزن و بابی نیست، یکی این مجرده، یکم تعبدو. یه چیزی در مورد تعبدو بهت بگم یاد بگی. تعبدو این اوشو نگاه کن، اوشو نگاه کن، میگی چیه؟ ما تو باب ها گفتیم افعل یفعل و فعل یفعل و تو باب ها گفتیم عین الفعلمون یا فتحه داره، ا داره یا ا کسره داره. هیچ بابی، تکرار میکنم، هیچ بابی در ثلاثی های مزید عین الفعل ذمه نداره. پس وقتی که عین الفعل ذمه دارم، پس وقتی که عین الفعل ذمه دارم، این عین الفعل ذمه در هیچ بابی وجود نداره. پس وقتی که عین الفعل من وسط من او داشته باشه، اون فعل حتما ثلاثی مجرده. پس این مجرد بود، اینم مجرد بود. 100% گزینه 4 فعلیه که گزینه‌ای که فعل ثلاثی مزید درونش وجود نداره. پس 4 شد جوابش. اما اون پنجتایی که برات گفتم، استماع، استراق، استتار، اینجا سوال داده گفته کدوم گزینه ثلاثی مزیدش از باب استفعال نیست، لیسا نیست در آن مزیدش از باب استفعال. میام فعلهایی رو که به نظر تست باب استفعال میرسه رو زیرش خط میکشم. تو 1 از سمعو، تو 2 استقامه، تو 3 استفاده، تو 4 از سقفرو و یستجیبو رو دارم. 5 تا فعل گفتم تو باب استفعال نیستن: استماع، استراق، استتار، استوا، استناد. کدومش رو میزنیم جواب؟ گزینه 1 چون بابش افتعال بودش. پس بنابراین این فعل باب استفعال نبود. اما تست آخرمون ببینید گفته کدوم گزینه درست است. یکی از بهترین تمرین های ما میتونه باشه واسمون. خاطبو رو تو گزینه گفته امره، درسته. چرا؟ چون خاطبو الان چی داره؟ کسره داره. کسره گفتیم امره، صیغه‌ش هم دقیقا امر مخاطبه دیگه، جمع مذکر مخاطب. پس 1 درسته. ولی برای اطمینان بیشتر ما نمیم اول فوری تیکو بزنیم، میام گزینه های دیگر رو چک میکنیم. 2 جالسه رو گفته چیه؟ ماضیه. اشتباس. چرا؟ چون جالسو کسه داره، کسه امر بودش. پس دستی که اینجا گفته چیه؟ ماضیه. پس ماضی رو باید چی میگفت؟ امره. پس غلطش اینه. تو سومی یت ناولونه رو گفته چیه؟ گفته مخاطبه. دستی که هیچ مضارعی تو مخاطب با یه شروع نمیشه، پس مخاطب نبوده. چی بوده؟ غایب بوده. و از طرفی تاونتم تاتما تم تتما تن نه گفته قایب، در حالی که تحتما تم تحتما تن نه همشون چی هن؟ مخاطبن. پس به این سه حالت در این سه گزینه غلط گفته که درستش این کلمات بوده. بنابراین 100% گزینه 1 گزینه درست ما خواهد بودش.